توی این ویدیو دوباره میخوایم به بحث پارتنر مهاجرت بپردازیم که چه خصوصیتی باید داشته باشه، نظر کمند خانم چیه. راستی اینم بگم کمند خانم هست همراهمونه و میخوایم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. دوستای گرم، سلام به یه ویدیو دیگه از ریویل شو. خوش اومدید. همراه کمال خانم هستیم. سلام، چطوری؟ دوباره من برگشتم و میخواییم که امروز صحبت کنیم، ببینیم موضوع از چه قراره. موضوع از این قراره که ما تو ویدیو قبلی در مورد زندگی مجاهدی حرف زدیم. بله بله. سر این گفتم یه دونه درباره این پارتنر مهاجرتی. حالا من دارم رشته ویدیوهایی دارم ضبط میکنم با نفرات مختلف، دیدگاه‌های مختلف. قبلش هم بهشون نمیگن که سوالاتم چیه، چی میخوایم بگیم، که نظر خاص خودشون یعنی دخالت من آنچه از دل برایت و دل نشینه. سر همین بهش نگفتم و الان میخوام بهش بگم. ما ویدیومون در مورد پارتنر مهاجرته، که مثلا اگه میخواید مهاجرت بکنید، مثلا دوستانی اگه داشتید که مهاجرت کردن حالا با ترفندهای مختلف، یکی مثلا واسه این مهاجرت مونه که مثلا اون کسی که اونجاست از اطلاعاتون استفاده کنه و بره اونجا زندگی بکنه. حالا بعضیا فقط واسه این که با هم زندگی کنن، هم خونه تور باشن میرن، بعضی نه وارد رابطه با هم دیگه میشن، یه رابطه عاطفی دارن میرن، یا نه بعضی هستن که ازدواج میکنن با هم میرن، یا اینجا از اینجا با هم میرن. در مورد کل اینا میخوام سوال کنم، کلا چند دسته است دیگه؟ یه 4 دسته است اون بوده. میخوام در مورد اینا سوال کنم که نظر خود اصلا اول اینو بگو چه جوریه نسبت به اینکه پارتنر مهاجرت باشه خوبه یا بده. دوست داشتی پارتنر مهاجرت داشته باشی تو مهاجرت تو ترکیه یا نه؟ اینو بگو بعد بریم سراغ سوالات بعد. یه اتفاقی که بعد از مهاجرت میفته اینه که تو وارد محیط جدیدی میشی، باید با اون محیط ادغام پیدا کنی و برای ادغام پیدا کردن با اون محیط اول از همه باید اونجا دوست پیدا بکنی. اینکه تو با پارتنرت یا با دوست پسرت یا با شوهرت بیای هم یه مزایایی داره هم یه معایبی داره. مزایاش اینه که خب وقتی که میای تنها نیستی، تا مدت ها شاید بگم 3 سال حداقل طول میکشه تا تو بتونی با یکی دوست بشی، اون جامعه خودتو برای خودت بسازی، اون اطراف خودتو بشناسی، اصلا بدونی با کی باید دوست شی با کی نباید دوست شی، فرهنگ اون جامعه رو بشناسی و اینا. و خب چون که اون 3 سال اون آدمه، اون پارتنر، اون دوست پسر کنار تو هست، تو دیگه خیالت راحت، احساس تنهایی و غم اول مهاجرت رو نداری قاعدتا. ولی یه بدی داره که اگر که شما مطمئن نباشید، یعنی مثلا دوست پسری نباشه که دوست پسر مالا به قولی میگن فابتون باشه، یا مثلا قرار حتی باشه ازدواج بکنید، یهو میافتید توی فرهنگ دیگه، شاید توی اون فرهنگ بخواید با یه آدم دیگه ای آشنا بشید و تازه اونجاها مسائل شروع میشه، چون این قضیه فقط برای شما نیست، برای پارتنرتون هم هست. یعنی اون پارتنره هم شاید دلش بخواد که با فرهنگ دیگه آشنا بشه، تو فرهنگ دیگه شاید روابط دختر پسر مثل فرهنگ ما نباشه و و و هزاران اتفاق دیگه که گاهی ممکنه باعث خیانت بشه، باعث دعوا بشه، مشاجره بشه، حتی جدایی بشه. به خاطر همین ترجیحاً با دوست پسر کوتاه مدت مهاجرت نکنین، مگر اینکه بدونید واقعا دیگه خیلی ازش مطمئن و میخواین باهاش ازدواج بکنین. منظورم از مطمئن انتخابتونه، یعنی بدونید این آدمو من برای زندگیم انتخاب کردم. یه چیزی هم که هست، اول مهاجرت به نظر من همه توی یه سختی میافتن و یه چیز سختش اینه که باید دو طرف بپذیرن که همونقدر که من دارم اذیت میشم، پارتنرم داره اذیت میشه. صحبت. و بدونن اگر که ما توی شرایط ناراحت کننده هستیم، اون آدمه هم هست. اگر ما افسردگی داریم، اونم افسردگی داره، اونم از خانوادهش دور شده. چون اینو خیلی دیدم که همون 2-3 سال اول زندگی که توی مهاجرتن خیلی به مشکل برمیخورن. خلاصه که چیز خوبیه با دوستتون مهاجرت کنید، از همه بهتره به نظر من. یعنی هیچ رابطه ای ندارم این رفیقم با هم دیگه مهاجرت بکنم؟ نه، دوست همجنستون. آه. با دوست همجنستون مهاجرت کنید، از همه بهتره، از همه راحت‌تره، بی‌درد سر داره. من خیلی مشکلات هم تو اون دیدم و بالاخره جفتشون میخوام با یکی آشنا بشم، برم توی یه رابطه یه چیزی میاد توی خونه. اون یه فیلم ترکی دیدی که میاد قشنگ
این سعی میکنه فاز بهمون بگیره این یکی اینجوری بشه. خیلی بستگی به روابط داره خب، و اینکه آدما میتونن بعد از یه تایمی حسن جدا بشن. یعنی مثلا میگه که آقا من پارتنر میخوام مثلا پیدا کردم، 6 ماه با هم زندگی کردیم دیگه، از این به بعد مثلا جدا بشیم. اوکی، ولی اولی که میای تنها نباشه خیلی بهتره. با یه دوست چیزی باشه خیلی بهتره. یا اینکه مثلا از قبل شروع کنی آروم آروم مکاتبه کردن با یه سری از آدما توی کشور مقصد، حالا چه ترکیه باشه، ایتالیا باشه، آمریکا باشه، مهم نیست کجا باشه، هر جا. به نظر من این خیلی کمک کننده است. اینشو قبول دارم اینا که میگی، ولی بیشتر موضوعمون میگه چیه؟ من خیلی آدم میدم میان اینجا خب دنبال اینن که مثلا با یکی برن توی رابطه، میگه مثلا برم اونجا با یکی مثلا چیز کنم، ترک باشه فلان باشه، اقامت اونجا رو بگیره. یا اومده اینجا دوست پسر داره، دوست پسرشو ول میکنه، سر اینکه یه خورده اقامت سخته میاد با یه مثلا پسر ترک ارتباط میگیره، یا برعکس با یه دختر ترک ارتباط میگیره. اینجور مسائل من خیلی دارم اینجا میبینم، خیلی هم جدایی ها رو دارم میبینم. نه، بعضی هستن که با همدیگه اومدن و با همدیگه دارن روش میگن. من میگم دوری قبلی هم گفتم یه دوستی داشتیم که با دوستش اومد و به مراتب اطلاعاتش، نه چون اصلا هیچ اطلاعاتی کسب نکردن، فقط ولی دوتایی با هم کار کردن، کار کردن، پول جمع کردن، زندگیشون بهتر از من. حداقلش اینه که وقتی خسته از سر کار اومدی یکی هستش که به قول معروف یا آب دستت بده، یا نه یه وقت ممکنه پسر کار پیدا نکنه دختر کار داره، دختر کار پیدا نکنه پسر کار داره. یعنی یه جورایی میتونن حتی از لحاظ مالی هم یه جورایی همدیگه رو ساپورت کنن. اینم از یهو بی پول نمیشه، یهو بی کار نمیشه. دوستت بیا این قضیه نیست. دوستت یه ماه کمکت میکنه، دو ماه کمکت میکنه. بستگی به روابط دوستانه خیلی داره. بعضیا بودن مثلا دو تا دختر بودن یا دو تا پسر بودن تو ایران، اصلا همدیگر نمیشناختن، فقط به اسم اینکه بیا بریم مثلا با هم یه خونه بگیریم تنها نباشیم یه خونه گرفتن. چون اتفاقا یکی از آشناهایی که تو هم میشناسی داشت برام تعریف میکرد که اومده بود اینجا و مثلا اون همخونهش آیپادش رو دزدیده بود، لپتاپش رو دزدیده بود، یعنی عملا دزدیده بودن ازش، یه پول زیادی دلار ازش دزدیده بودن. اینا هم هست. واسه همین میگم حتما با کسی که مورد اعتمادتونه همخونه بشید. به هر حال شما دارین فضای امنتون رو با کسی به اشتراک میذارید. اگر که بتونید اینجا خوب زبان بلد باشید و بتونید با پارتنر اون کشور، حالا الان ترکیه ای مثلا میگیم پارتنر ترک پیدا بکنید، خیلی خوبه، خیلی خوب، از بابت اینکه شما خیلی سریعتر از هر آدم دیگه آداپته میشین با اون محیط. زبانش یاد میگیره، زبانش رو یاد میگیرین و خیلی به تو خوش میگذره. یعنی مثلا تو اگه به عنوان یه توریست یه غریبه خیلی جا رو نمیشناسین، اون آدمه دیگه اینجا زندگی کرده، اینجا بزرگ شده دیگه، شور میبره این مرون. یعنی میدونین از همون اول با همون فرهنگ میایین بالا، خیلی بیشتر حال میکنین. ولی ممکنه خیلی هم چالش برانگیز باشه به خاطر اختلاف فرهنگی. اگر زبانتون خوب نیست و اینجا یاد گرفتین و اینا، به نظر من یه 3-4 سالی طول میکشه تا به مرحله برسید که بتونید وارد ارتباط با زبان مخالف بشین و بتونید احساساتتون رو به اون زبان ابراز کنید و دریافت داشته باشین. به نظر دقیقاً موافقم. کشورهای مثلا مختلف هم هست، مثلا آلمان. مثلا آبی ویدیو چی کرد بودن گشمه به شکل دیگه قاطی کردم گفتم تو یک مثلا آلمان میخواد بره طرف، خب یک آمریکا میخواد بره دنبال یه پارتنر میگرده، مثلا میگه آبا هم دیگه مشکلاتون میده بیم با هم دیگه تقسیم میکنی. و واقعا توی مهاجرت من به این اعتقاد دارم، اگه دو نفر با هم بیان یه خورده کارا رو با هم تقسیم بکنن، یه خورده صبوریشون داشته باشن، واقعا به این نتیجه خیلی خوب میرسن. حالا حتما نباید ازدواج بشه تهش، ولی خب ازدواج هم تهش میرسن خیلی. من خیلی دیدم واقعا تو این مسیر مهاجرت ازدواج کردن. خیلی توی مهاجرت به چالنجای بزرگی میخورین. اگر اون دو نفر بتونن اون چالنجای مهاجرت رو با هم به سلامتی رد کنن، قطعا میتونن ازدواج خوبی داشته باشن. بعدی هاش هم که گفتی، خوبی هاش هم گفت. حالا خود ترجیح میدیدیم که با پارتنر بیای یا نه؟ اینو نگفت، اینو در رفتی از دیرش. نپرسیدی که الان اولش پرسیدم الان خود ترجیح میدادی با پارتنر بیاید اینجا یا نه؟ نظر خودت الان که 4 سال میگذره نه. دوست داشتم پارتنر پیدا بکنید، پارتنر پیدا کنید یا ایرانی؟ ترجیح نمیدادم که با پارتنر بیام،
و دوست نداشتم که پارت، یعنی ترجیح میدادم که ترجیح نمیدادم، یعنی و دوست مثلا اینجا پارتنر ترک پیدا کنم با پارتنر ترک ادامه بدم، به خاطر اینکه خیلی فرق میکنه. حالا از چه بابت فرق میکنه؟ از بابت اینکه من دلم میخواد که وارد این فرهنگ بشم. ممکنه یه بعضی نخوان، ممکنه یه کسی بخواد همون دور ایرانی خودشو داشته باشه، من نمیخوام. من دلم میخواد که وارد خانواده ترک بشم، مثلا دوست ترک پیدا کنم، کاملا با اون فرهنگ آداپته بشم. و به نظر من تجربه متفاوتیه که تو با یه آدمی با یه زبان متفاوت بتونی احساس رد و بدل بکنی. خیلی بر من جالبه. من خودم پارتنر ترک رو بیشتر ترجیح مثلا کشور دیگه بری، بازم مثلا دوست دارم اون کشور باشه. یه نکته کوچولو بگم، زود ویدیو رو جمع کنیم که خیلی طولانی نشه. قبلش گفتم دوباره تکرار میکنم، چون این مسئله رو دیدم و خیلی اذیت کننده بوده. آدمایی که میگم مطمئن نبودن از ارتباطشون، اومدن اینجا با هم 6 سال توی ترکیه زندگی کردن، دختره نتونسته، کم آورده، دیگه دلش خواسته برگرده ایران، برگشته و دیگه اون رابطه تموم شده. و خیلی سخته که تو 6 سال با هم زندگی کنی. این میمونه که 6 سال یه زندگی 6 ساله که ازدواج کردی تو خواهی طلاق بگیری، هیچ فرقی نمی کنه. زمان تدر رفته دیگه، زمانت عمرت هم بکرم. اون هم میدونی اون قلبت شکسته، به هر حال همه این مسئله هست. به خاطر همین با دوست پسری که برای ازدواج ازش مطمئن نیستیم، برای اینکه ادامه زندگی بدیم ازش مطمئن نیستیم، مهاجرت نکنید واقعا. به خاطر اینکه میگم در طی مهاجرت خودتون آسیب می‌بینید. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی بهش دقت کنید. الان میگی که ایول مثلا بار اون سختی ها نصف میشه، ولی میرید خدایی نکرده رابطه طولانی مدتتون کات میشه، به هم میخوره و همش به خودتون میگین کاش این کار نکرده بودم، کاش با یه آدم مثلا نیومده بودم. به خاطر همین به نظر من خیلی مهمه. البته یه چیزا بگم توی این قضیه پارتنری به این صورتی که میان اصلا پارتنر دوست و کاز بسرم، این خیلی سمت سعی نکنه سمت ازدواج بایدشون. ببین تا زمانی که مطمئن بشید با هم باشید، ازدواج همون دوست و پسری هیچ فرقی نمی‌کنه، ولی آدم اون امضا رو میندازن کلا شخصیتشون عوض میشه. اینو نمیفهمم واقعا چرا. یه چیز دیگه هم هستش که اینو بهتون خواهرانه میگم، حالا اعتماد خیلی مهمه. میای مثلا میبینی کسی که 10 سال طرف میشناختتش، شب خواب میخوابه، صبح بلند میشه میبینه نصف وسایلشو برده. یعنی اینا تو مهاجرت من خیلی دیدم متاسفانه، یعنی یهو آدما یه چهره دیگه از خودشون نشون میدن. به خاطر همین همیشه یه کلیدی بذارید واسه خودتون که همه چیتونو 100% ندید به اون آدمه. آره، ولی اینکه خونه نشیدین، آره مثلا دوست به سطح خونه رو پس بدید، تمام جای پولاتونو بگین، جای طلاهاتونو بگین، جای همه چیتونو بگین، همه چیتون رو با همه به اشتراک نذارید، به همه 100% اعتماد نکنید. چون اگر 1000% اینجا اتفاق برای شما بیفته، اون کسی که ضرر میکنه فقط شما این، هیچ کس دیگه نیست. خلاصه کلی مراقب باشین، کلی حواستون باشه. اول با مغزتون، بعد با احساستون فکر کنین واسه مهاجرت و پارتنر و اینا. دیگه از من تموم. امیدوارم که این ویدیو خیلی براتون مفید بوده باشه. شیر و کامنت و لایک و اینا هم که میدونم یادتون نمیره. دیگه همشو خلاصه کرد دیگه. مرسی، ممنون. تا یه ویدیو دیگه، خدا.